بە شوبای بەزۆرج کۆڕۆی دۆخلەی یەک دەرنوەی فردەوسی بۆ ئاریزە مەرد 31 ساڵەی سۆکنی نوێیەی هەمەدۆنی مرۆڤەت نموودەستکەی 5 مای ساڵی 2023 تەخمینە سات 9:30 دەقیقە شەخسانی نومالوم بۆ ڕۆی پینهۆنی ترێزەی ئەفتەماشینی شەخسی تەمغەی ئۆپل ئاسترارۆ کوشۆدا وەرەدی ئۆن شودا ئەز ئۆنجۆ یەکە دە تلیفۆنی مەبیلەی تەمغەی ڕێدمی نو و 5000 سۆمۆنی رۆ دۆز دیدە ئەز جۆی ئۆدیسا غایب زەدەن زەرەری رەس و نێشودا 7500 سۆمۆنی رۆ تەشکیل میدیاد هەنگامی گۆزەڕۆدنی چۆرەبینیۆی ئەپلتیڤی جوستوجویی ئەز جانبی کۆرمەندانی میلیچیا جوانزنی 21 ساله‌ای ساکن نویای رشت همچون گومونبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد به شعبه وزارت کارهای داخله در نویای ووسه ساکن نویای مذکور خولف اسکندر با عریضه مراجعت نمود که 7 اپریل سال 2023 شخصان نامعلوم از نقطه فروش لباس‌هایش واقع در بازار خلبق نویای مذکور لباس‌های مردانه، زنانه و کودکانه را که مبلغش 8500 سومونی رو تشکیل میدید تصرف نموده از جای حادثه غیب میزند. با دایر نمودن چهارابینی های اپراتیوی جستجویی کارمندان میلیسیا یک نفر ساکن نویه مذکور شهروند عبدالرحمانوف باباجان سال تولدش 1982 رو با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر نمودند که هنگام پرسش نام برده پوره به گناه خود اقرار گشت. در شوبچه تفتیشاتی شوبه وزارت کارهای داخله در نویه واسه نسبت گمانبر شونده با ماده 244 قسم 2 کد جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه گذراندن چهارابینی های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 35 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. نام برده در دوام سالهای 2018 و 2021 در کوچه مینت با مسئولیت پیشکی با دایرکتور شرکت ایوب 2010 مرد 45 ساله ساکن پایتخت با روی فریب به باوری مرد 40 ساله ساکن مشتو در اومده برای خانه استقامتی ساختن از او 363,055 سومونی گرفته وعده دادن که در مدت کوتاه خانه استقامتی را ساخته میدین اما نام بردگان وعدش را اجرا نکرده تا اول مبلغش را برنگردونیدند. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد.